و نزاع صورت میگیره چیزی که باید بدونین اینه که با زمیر خداگاهتون وقتی زمیر ناخداگاهتون وارد ستیز میشه هر زمان زمیر ناخداگاهتون پیروز میشه چون خیلی خیلی قدرتش بیشتره زمیر خداگاه در حد پنج درصده 95 پنج درصد از حافظه ناخداگاهه 95 پنج درصد هر دفعه پنج درصد پایین تر خواهد اومد به خاطر همین برای خلق توانایی کمکی که شما میتونید به تیم هاتون برای خلق توانایی بکنید باید برنامه‌های ناخودآگاه مغزتون رو عوض کنید. به تمام معنا باید متفاوت فکر کنیم. باید طریقه عمل ذهنمون رو عوض کنیم. باید تفاوت دانستهامون رو بدونیم. باید دانا به افکارمون باشیم. یه مقدار به عقب برمیگردم. چی درک میکنید؟ باید بدونیم تکرار کنیم. در مورد چیزهایی که میاندیشین، باید فکر کنین. در مورد چیزهایی که میاندیشین، باید فکر کنین. در مورد تک تک اینا باید بیاندیشین. جیمز آلن، نویسنده ی یکی از بهترین کتاب ها، در مورد قدرت اندیش است. در کتابش مغزمون رو به یک باخچه تشبیه کرده. میگه که میتونید باخچتون رو کشت کنید. همچین گلهایی میتونید پرورش بدید. سبزی و میوه میتونید به عمل بیارید. باخچتون رو میتونید کشت و کار کنید اما اگر اما اگر به طور همزمان به باد برای پخش تخما در باخچتون اجازه بدین علفهای هرز گیاهانی که نمیخواید باشند خواهند بود و چیزهایی که نمیتونید رو بگیرید به وجود میاد در حالی که فهم و شعور دارید چیزی نمیتونین خلق کنین و این شباهت به مغز شما داره ابتدا افکاری رو که به مغز میدید باید کنترل کنید چیزی رو که میاندیشین میفهمید یعنی خودتون رو از نتایج نشدنی حفظ میکنید باورهای هدفمند میشن تبلیغات اونا مواظب برنامه های تلویزیونی باشین که چه چیزی تماشا میکنین فیلم که به تماشاشون میرید مهمترین چیزم انسان که با اونا وقت میگذرونین اونایی که بیشترین وقتتون رو با اونا میگذرونین اون پنج نفر اونا همون کسایی هستن که شما رو رشد میدن یا انسانهایی که شما رو پایین میکشن چون که بعضی ها هستن که اگر به اونا کمک کنین تنابه خط پایان میکشن اما اونام تلاش میکنن که از طرف دیگه تناب شما رو به عقب بکشن انسان هایی رو که انتخاب میکنین انسان هایی رو که انتخاب میکنین مطمئن باشین افرادی باشن که تناب خط پایان رو خواهند کشید کسانی نباشند که بخوان شما رو به عقب بکشن بعد از 25 سال تلاش بر روی رفتار افراد یک چیز رو کشف کردم که اکثر انسان ها اطرافشون رو به زندگی انسان هایی که در همون حال میخوان بمونن تبدیل میکنن. اینو یه بار دیگه تکرار کنیم که خوب متوجه بشین خیلی از انسان اطرافشون رو به انسان که میخوان همون جا که هستن بمونن تبدیل میکنن موفقیت اینجوری به دست نمیاد برای به دست آوردن توانایی زیاد اطرافتون رو باید به انسانهایی که شما رو وادار به چالش می تبدیل کنید. انسانهایی که به شما در انجام کارهای بزرگ جرأت و جسارت میدن برای بهتر شدن شما انسانهایی لازمند که خودشون رو دست بالا می و برای اینکه کارهای بزرگی رو انجام بدین نیاز دارین به انسانهایی که به شما جسارت میدن برای اینکه العاده باشین انسانهایی که حمایتتون میکنن رو نگه دارید فرق اینجاست انسانهایی که در زندگیمون هستن باید در راه پیشرفت به اونها کمک کنین مکانهایی که در اونجا مشغول به کار هستیم و باید گسترش بدیم در مکانهایی که هستیم باید بزرگ بودن و بکاریم مثل گلهایی که به اونها آب میدیم باید به استعداد درونمون هم آب بدیم رویاهامون رو باید آب بدیم امیدهامون رو باید آب بدیم و امیدهامون رو باید تبدیل به باور کنیم با امتحان کردنش با قدم های کوچیک برداشتن زمانی که یک مرتبه پیشرفت میکنید میگید به کارمون اومد برای گام بعدی هم امتحان کنیم و میدونین یه پایان موفقیت آمیز خواهید داشت وای خدای من من یکی رو تونستم وارد کار کنم و یک به پایان رسوندن دیگری هم انجام بدم وای این پایانم به کارم اومد این یکی رو امتحان میکنم این پایان به کارم نیومد از کار قبلیم چه چیزی رو متفاوت انجام دادم چی رو باید دوباره کنترل کنم چی رو باید امتحان کنم به چی باید دقت کنم برای اینکه کار بعدیم بهتر باشه چی رو باید تغییر بدم دیگری موفقیت آمیز شد اعتماد به نفسم بیشترم شد این یکی دیگرم کردم اونم موفقیت آمیز شد به مرتبه بعدی رفتین اعتماد به نفستون بیشتر از قبل میشه و به مرحله بعدی میرید اعتماد به نفستون بیشتر و بیشتر میشه قدم به قدم به جلو حرکت میکنین اعتماد به نفس به دست میاریم و توانایی هامون رو توسعه میدیم صاحب باور و ایمان میشیم مداومن طرز تفکرمون رو عوض میکنیم شروع به فهمیدن اونچه که باید بیاندیشیم میکنیم. انسان های اطرافمون دونسته ها و عوامل اجتماعی رو آنالیز میکنن. این انسان های اطرافمون تفکرات و عوامل محیطی ما رو به باور درست می‌برن یا ما رو به طرف پایین به سمت پریشانی کشند. اگه از خیلی از انسان ها بپرسیم اگه از خیلی از انسان‌ها بپرسیم متضاد پیروزی چه چیزیه؟ خیلی ها، خیلیا ها متضاد پیروزی رو شکست میگن. اما این درست نیست. متضاد پیروزی متضاد پیروزی و موفقیت شکست نیست. متضاد موفقیت عقب موندگی یا نادانیه در اصل ناموفق بودن تکه ای از مهلت زمان پیروزیه هر انسان موفق زمانی که موفقیت رو تجربه میکرد، طعم شکست رو هم چشیده شکست تخته جهش به طرف پیروزیه در این مورد یک بار دیگه بیندیشین تا تکرار کنیم شکست تخته جهش به طرف پیروزیه چون که ناکامی مسیر پیروزی رو فراهم میکنه ناکامی تغییر استراتژیمون رو فراهم میکنه طریقه تغییر نزدیکیمون رو تأمین میکنه یادگیری معلومات جدید رو تأمین میکنه برای رشد شخصیتمون ما رو حاکم به امور زندگیمون میکنه باور کنید باور کنید تمام رهبرهایی که در موقع فعالیت روی صحنه میبینید بیشترین ناکامی ها رو در زندگیشون کشیدن بیشترین پس روی ها رو بیشترین ترک شدن ها رو بیشترین مشکلات رو بیشترین سختی ها رو اونا تحمل کردند تا رهبر شدن و چون که از این مشکلات درس گرفتن به طرز تفکرشون اجازه دادن که این مشکلات موجب کسب مهارت های جدید بشه و باعث بشه چیزهای جدیدی رو تجربه کنن ذات و نفس خودشون رو توسعه دادن و باعث رشد شخصیتشون شدن باعث بازگشت به یک فرد قدرتمندتر و چیز مهمی که چیز مهمی که در این مدت اتفاق افتاده اینه که به ناکامی ها چطور نگاه می این بسیار مهمه که چطور از امید به باور برسیم اگر به این سفر بتونیم بنگریم محلیه که هر چیزی راهش رو عوض میکنه لحظه بازگشت به عقب لحظه‌ای خواهد بود که کسی نتونسته بیاد. لحظه‌ای که شخص رها کرده. اینو میتونید بگید که اینو میتونید بگید که اصلاً اصلاً امکان نداره. من امتحان کردم و نشد. با ده نفر تماس گرفتم و هیچ کدوم رأی مثبت ندادن. به خاطر همین دست می‌کشم. یا یا اگر یک واکنش متفاوت رو انتخاب کنین اولین جلسه ای رو که در مورد این کار انجام دادم بیان کنم قرار بود در خونم ملاقاتشون کنم حدودا 20 نفر رو دعوت کرده بودم همشون هم گفته بودن که در اولین جلسه من در مورد این کار شرکت میکنن میدونین چند نفرشون اومدن؟ سفر صفر بیل کلینتون اینطوری می گفت هیچکس هیچ کس در اولین جلسه من شرکت نکرد اون لحظه میتونستم این کار رو ول کنم اگر مثل خیلی از آدمایی که فکر می کنن می اندیشیدم اون لحظه باید این کار رو ول میکردم. اما افکار من با اونا فرق میکرد چیزی که من فکر میکردم میدونین چی بود؟ گفتم که در این فعالیت 20 نفر رو دعوت کردم حتی یک نفرم نیومد میدونین این یعنی چی؟ یعنی مشتاقترین فردی که میشناختم من بودم انتخابی که کرده بودم این بود <applause> انتخابی که کرده بودم این بود مشتاق ترین فردی که میشناختم خودم بودم همین موقع شروع به تغییر طرز تفکرم کردم چیزی که منو از امید به باور میرسونه نقطه ای که این چنین بهش اومده بودم میگم که انسان موفق متفاوت فکر میکنن این تحول برای من چطور سپری شد رو بیان میکنم در مدت سی دقیقه چطور بیشتر از نیم میلیون دلار رو به دست آوردم و براتون تعریف میکنم احتمالا 20 دقیقه است اما فروتنی به خرج دادم بیشتر از نیم میلیون دلار رو فرض کنیم که این کار رو در عرض نیم ساعت انجام دادم اولین بار بود که به استرالیا می رفتم. به یک شرکت تجاری در شهر پورت به عنوان مشاور می رفتم. ابتدا به سیدنی پ...